سلام، من زهرا میرزازاده هستم. امروز میخوام باهاتون در مورد تفکر دو قطبی یا همه یا هیچ صحبت کنم. خیلی وقتا همه ما در شرایط عادی و منطقی از این موضوع اطلاع داریم که هیچ چیزی کاملا درست یا کاملا غلط نیست. خیلی از رفتارها و خیلی از مسائل توی یک طیف یا پیوستار تعریف میشن. اما وقتی که توی شرایط هیجانی یا بحران قرار میگیریم، اتفاقی که برامون میفته اینه که به خاطر تجارب هیجانی قبلی که داشتیم و شخصیت و سبک ارتباطی ما رو شکل دادن، تو اون لحظه نمیتونیم همه مسائل رو با هم ببینیم و یک نگاه همه جانبه داشته باشیم. در نتیجه دچار تفکر دو قطبی میشیم. تفکر دو قطبی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی اینکه در لحظه‌ای که من یک رفتار بد رو از یک شخصی می‌بینم یا یک اتفاق بدی برام می‌افته که احساس شکست می‌کنم، احساس بدشانسی می‌کنم، اون موضوع رو برای خودم کاملاً بی‌ارزش می‌کنم و اون رو کاملاً بد قلمداد می‌کنم. این آدم کلاً آدم بدیه، این آدم هیچ وقت به من محبت نکرده، من همیشه شکست می‌خورم، من همیشه ناکافی هستم، هیچ وقت نمیتونم به چیزی که میخوام برسم. از طرفی زمانهایی هم که اتفاقهای خوبی برامون داره میفته و دچار هیجانات مثبت میشیم، دقیقا همین جور تفکرات در مورد مسائل مثبت اتفاق میفته. مثلا یه آدم یه کار خوبی در حق ما میکنه که خیلی در زندگیمون سرنوشت ساز هست، اون آدم رو اصطلاحاً آرمانی سازی میکنیم و ایدئال میبینیم. در این حالت میگیم که این آدم همیشه همه کار برای من کرده، این آدم ناجی من بوده، یا من همیشه میتونم موفق باشم. من تفکر همه توانی یا تفکر قربانی بودن یا اینکه من هیچ وقت نمیتونم باعث میشه که ما توی مسیر زندگیمون مرتبا دچار تناقض بشیم. تناقض در مورد انسانها، تناقض در مورد روابط ما با انسانها و تناقض در مورد اهداف و عقایدمون، در حالی که نه زندگی و شرایطش خیلی چیز ثابتیه و نه شخصیت انسانها. درسته که از نظر روانشناسی شخصیت انسانها زیاد در طی عمرشون بعد از اینکه بلوغشون تکمیل میشه دچار تغییر نمیشه، اما این دلیل نمیشه که ما عقایدمون و تصمیمهامون و سبک زندگیمون هم تغییر نکنه و همیشه ثابت بمونه. پس ما باید یک نگاه همیشه سیال و در حرکتی داشته باشیم نسبت به اتفاقات و نسبت به خودمون، و این باعث میشه که در لحظه‌ای که این اتفاقات میفته و دچار اون حالت هیجانی خیلی مثبت یا خیلی منفی میشیم، بتونیم همه جنبه ها رو ببینیم. و باز هم تاکید میکنم قطعا این اتفاق یک روزه و یک شبه نمیفته، بلکه به زمان احتیاج داره. اما حس میکنم آگاهی از این موضوع میتونه خیلی بهمون کمک کنه. توی ویدئوهای بعدی میخوام حتما در مورد اینکه این نوع تفکر چه تأثیری توی ایجاد خشم در مورد تناقضاتی که برای خودمون و دیگران پیش میاد صحبت کنم. ممنون.